سرخط خبرها و مهمترین ها، رویداد ترافیکی در میدان وردک، 3 تن جان باختن و 6 تن دیگر زخمی شدند. مشکلات اقتصادی، 1 پسر جوان در قندهار خود را حلق‌آویز کرد. مقام اطلاعاتی ارتش کره جنوبی به اتهام افشای اسرار نظامی به یک شهروند چینی بازداشت شد و همچنان در پایان خبری که تازه در دست ما قرار گرفت، مشروع خبرها. در پی وقوع یک رویداد ترافیکی در ولسوالی سعیدآباد ولایت میدان‌وردک 3 تن جان باخته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. یک منبع در ریاست صحت عامه طالبان در میدان‌وردک گفت که پس از 4 روز چهارشنبه در نتیجه برخورد همزمان 2 موتر تیزرفتار با یک اراده موتر باربری در سایه منگله مربوط به ولسوالی سعیدآباد این ولایت در مسیر شارای کابل قندهار رخ داده است. با گفته منبع، 1 زن و 1 کودک در میان زخمیان رویداد شامل هستند. منبع افزود که زخمیان رویداد و شفاخانه ولسوالی سعیدآباد انتقال داده شده و زیر درمان قرار دارند. این در حالی است که 2 روز پیش نیز در یک رویداد ترافیکی در سایه شیرازی ولسوالی سعیدآباد 19 مسافر زخمی شده بودند. مشکلات اقتصادی، 1 پسر جوان در قندهار خود را حلق‌آویز کرد. منابع مالی در قندهار میگویند که 1 پسر جوان در این ولایت به دلیل مشکلات اقتصادی خودکشی کرده است. منابع گفتند که این رویداد در چوک شایسته ولسوالی اسپین بولک قندهار رخ داده است. نام این جوان حکمت الله بود و 20 سال سن داشت. منابع افزودند که این فرد خود را در نخست از قصدارانش مخفی و سپس در حمام خود را حلق‌آویز کرده است. منبع اضافه کردند که حکمت الله باشنده قریه سنگحصار ولسوالی ژیره ولایت قندهار بود و با خواهرش در ولسوالی سپین بولک زندگی میکند. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، شهروندان کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. مقام اطلاعاتی ارتش کره جنوبی به اتهام افشای اسرار نظامی به یک شهروند چینی بازداشت شد. وزارت دفاع کره جنوبی یک کارمند غیر نظامی در فرماندهی اطلاعات نظامی ارتش این کشور را به اتهام افشای اسرار نظامی بازداشت کرده است. واشنگتن تایمز به نقل از اعلامیه وزارت دفاع کره جنوبی گزارش داده است که این کارمند اطلاعاتی روز چهارشنبه بازداشت شده است. او متهم شده که اطلاعات مرتبط با جاسوسان کره جنوبی در خارج از این کشور را افشا کرده است. آماج نیو در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد: شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان. رفتار، عملکرد و طرز فکر طالبان در 25 سال گذشته تغییر نکرده است. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگوید رفتار، عملکرد و طرز فکر طالبان در 25 سال گذشته تغییر نکرده است. این شورا در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه به مناسبت 10 سال 1378 سال روز ورود طالبان به شمالی بلخ، یکاولنگ و دیگر مناطق افغانستان گفت که طالبان در شمالی مرتکب جنایات سنگین شدند. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان در خارج از کشور تشکیل شد نوشت: قتل عام، به بند کشیدن، اسیر گرفتن زنان، آتش زدن باغ‌ها، قطع اشجار و درختان و ویران کردن تأسیسات از اعمال جنایتکاران این گروه در شمالی بود که تاریخ آن را از یاد نخواهد برد. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان با محکوم کردن این جنایات طالبان گفت که این گروه با تسلط دوباره بر افغانستان بر روش‌های دیگر به سرکوب و قتل و شکنجه و در بند کشیدن مردم اقدام می‌کنند. این شورا تأکید کرده است که در حال حاضر طالبان افغانستان را بلانه امن تروریسم ترویج و صدور آن مبدل کرده است. این شورا در سال روز حمله طالبان به شمالی در سال 1378 از جامعه جهانی خواست اقدامات این گروه را به عنوان جنایات جنگی شناسایی کنند. کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل از گسترش جنگ در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند. پس از کشته شدن رهبران گروه‌های شبه نظامی در ایران و لبنان، کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل از گسترش تنش‌ها در خاورمیانه هشدار دادند. کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل در نشست روز چهارشنبه خواستار تجدید تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تنش‌ها در خاورمیانه شدند. ترور اسماعیل هینیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران و کشته شدن فرمانده ارشد حزب الله لبنان جرقه‌ای از انتقامجویی علیه اسرائیل را برانگیخته است. ایران، چین، روسیه و الجزایر ترور هینیه را محکوم کردند. در همین حال ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه ایران را متهم به تجدید تنش‌ها در خاورمیانه کرده است. از سوی هم اعضای شورای امنیت خواستار آتش‌بس فوری جنگ غزه شدند.
این در حالی است که ترور رئیس دفتر حماس روند تلاش‌های دیپلماتیک برای آتش‌بس جنگ غزه را مختل کرده است. دو خبرنگار الجزیره در حمله هوایی اسرائیل در غزه کشته شدند. شبکه خبری الجزیره قطر گزارش داده است که دو خبرنگار این شبکه در یک حمله هوایی اسرائیل در شمال شهر غزه کشته شدند. الجزیره ناوقت روز چهارشنبه گزارش داده که معتبر این خبرنگاران در نزدیکی خانه اسماعیل هینیه رئیس دفتر سیاسی حماس هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته است. الجزیره از خبرنگارانش به نام‌های اسماعیل الغول و رامی الریفی یاد کرده است. طبق گزارش معتبر این خبرنگاران با وجود داشتن نشان مطبوعاتی هدف قرار گرفته است. الجزیره این حمله را محکوم کرده و خوان حفاظت از خبرنگاران شده است. ارتش اسرائیل تاکنون در این باره ابراز نظر نکرده است. مقام‌ها در غزه گفتند که پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس حدود 165 خبرنگار کشته شدند. جسد فرمانده ارشد حزب الله لبنان از زیر آوار یافت شد. رسانه آمریکایی گزارش داده است که جسد فواد شکر از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان از زیر آوار در بیروت یافت شده است. دو منبع امنیتی روز چهارشنبه بر رویترز تاکید کردند که جسد این فرمانده حزب الله از زیر آوار در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان بیرون کشیده شده است. ارتش اسرائیل ناوقت روز سه‌شنبه اعلام کرد که فواد شکر را در پیوند به حمله موشکی در منطقه جولان اشغالی هدف قرار داده است. اسرائیل فواد شکر را از ارشدترین فرماندهان حزب الله لبنان معرفی کرده است. حزب الله لبنان دست داشتن در حمله موشکی بر منطقه بلندی‌های جولان اشغالی اسرائیل را رد کرده بود. در این حمله دست کم 12 کودک کشته شده بودند. پس از این حمله اسرائیل حزب الله لبنان را مسئول معرفی کرده و از انتقام سخت خبر داده بود. کشته شدن هینیه در قلب تهران، دولت ایران سه روز اعضای عمومی اعلام کرد. به دنبال کشته شدن اسماعیل هینیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، دولت جمهوری اسلامی ایران سه روز اعضای عمومی اعلام کرده است. این موضوع را خبرگزاری ایرانی ایرنا روز چهارشنبه به نقل از ادلایه دولت جمهوری اسلامی ایران گزارش داده است. طبق ادلایه روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته روان در سراسر ایران اعضای عمومی می باشد. در ادلایه آمده است ایران این اقدام وحشیانه که با اهداف خاص در آغاز به کار دولت وفاق ملی صورت گرفته، هم اصول قواعد انسانی و حقوق بین الملل را زیر پا گذاشت و میهمان رسمی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی برای حضور در آیین تألیف ریاست جمهوری را هدف قرار داد، محکوم کرده و آن را نشانه آشکار دیگر بر تروریستی بودن رژیم صهیونیستی و در امان نبودن هیچ نقطه‌ای در کره زمین از شرارت‌های این قدر فساد و اصلاح‌ناپذیر می‌داند. اسماعیل هینیه همراه با یک محافظش حوالی ساعت 2 بامداد امروز در یکی از اقامتگاه‌های ویژه در شمال تهران در اثر اصابت پرتابه‌ای از هوا کشته شد. این رویداد واکنش‌های زیاد را به همراه داشته است. تشکر که تا این دم با ما بودید. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار.